وای دختر سلام، چطوری؟ آقا ما عروسی بودیم دیگه. خب پریشب عروسی بود، ما دیروز از اورنج کانتی برگشتیم. بعد انقدر من نمیدونم چقدر من خسته بودم، دیشب ساعت 9 خوابم برد تا امروز ساعت 10 صبح، یعنی من مثلا 13 ساعت خوابیدم بدون اینکه اصلا وسطاش مثلا از خوابم کسی دیدی. بعضی وقت زیادی که میخوابی وسطش بیدار میشی دوباره میخوابی. من اصلا خوابیدم دیگه. خلاصه این قیافه منی که میبینین به خاطر اونه. ولی چشممو که باز کردم امروز سه شنبه است، معمولا وسط هفته کسی اوپن هاوس نمیذاره، ولی همجوری اومدم نگاه کنم ببینم چه خبره. از دیروزم اینجا بورس استاک مارکت و این بیت کوین میتکن و اینا یهود سقوط آزاد کرده، افتضاح. بعد من اصلا فکر کردم چی میشه، مردم خونه‌هاشون رو میذارن واسه فروش، میخوان ساب کنن چیکار کنن اینا. بعد امروز دیدم یکی دو تا اومده و اوپن هاوس هم گذاشتن با اینکه سه شنبه است دیگه. الان ساعت 11 و نیمه، تا یکم بیشتر نیستن، چند تا هم ولی اصلا دورن دیگه. من بودو بودو اصلا هیچ چیزی از نخوردم، پاشدم گفتم بیام برم اینا نگاه کنم. حالا این فیلمی که واسه شما میگیرم و به علی هم نشون میدم که اگه خوب بود حالا ببینیم چی میشه دیگه. یکیشو از قبل دیدم، یکیش جدید نیست، یکیشو مثلا هفته پیش دیده بودم. خیلی هم داشتم حرص می‌خوردم که این آخر هفته ما نیستیم عروسیم، این اوپن هاوسشو میذاره، آفرشو میگیره، تمام میشه میره. ولی مثلا اینکه نگرفته که دوباره اوپن هاوس گذاشته امسال. بریم ببینیم با هم چیه. ببین چقدر آسمون امروز مشکله. به فال نیک میگیریم. خب این همون خونه هست که گفتم خیلی دلم میخواست ببینمش، اونم بیشتر به خاطر حیاتش. حالا میبینید. ولی ببین همین اول که میخوای وارد خونه شی، بعد کل اون پله ها رو بیای بالا، بعد دوباره در که باز میشه جلوت پله است و سمت چپتم که اون قسمت پذیراییه. یه دونه بالکن کوچولو هم اینور داره که خب در حقیقت میشه رو به خیابون و بعد دیگه شومینه، و بعدم که میری جلوتر رو به روت میشه داینینگ روم، یعنی قسمت ناهارخوری. سمت راستت هم میشه دیگه قسمت آشپزخونه و اینا که حالا الان میبینیم. یعنی اینا یه جورایی با یه دیوار از این وسط از هم جدا شدن، اینا به هم وصل نیستن. بعد مثلا از این درگاهی بیای تو، این آشپزخونه رو داره، اون آخرم که بهش میگن کیچن نوک، صبونه خوری یه جورایی. حالا دیگه این تا هم که قسمت لاندری رومه و از اینجا هم به حیاط را داره. من در واقع به خاطر حیاتش این خونه رو خیلی دلم خواست ببینم. اینم قسمت فامیلی رومه که ببینی دوباره از پله باید بیای یه ذره بالا و به اون قسمت فورمال لیوینگ روم چسبیده. ولی حیاتش خیلی خوشگله که پشت خونه است و این ورم میره به سمت اتاقا. دو تا اتاق بالا داره، یعنی روی طبقه همکف که این یکیش بود که الان دیدین، خیلی سایزش بزرگ نبود. اینم دستشوی مهمونه، اینم که الان وارد شدم مستره. مسترش از نظر سایز به نظر میاد بزرگه، مثلا دستشوی حمومش هم ببین قشنگ سایزش بزرگه و خوبه و اینا، ولی خیلی نقشش پیچ پیچیه. مثلا وارد که میشی راه روه، بعد دوباره دست چپ این که شیشه داره یه دونه مثلا آفیس توری درست کرده، بعد دوباره بعد بری و اینجا خود مثلا مستر شروع میشه. بعد بریم به سمت اون اتاقی که پایینه. اینم که مثل پلاش مثل سیاه چال میمونه خدایی. میری پایین، یه اتاقم پایین داره که خب این اتاق به بیرون در داره، میتونی مثلا از اون درش بری بیرون اگه خواستی. با یه دستشوی حموم هم که توشه، ولی خب خیلی بزرگ نیست اتاقه، یعنی مثلا واسه کار ما نمیشه فقط اینو استفاده کرد. دیدی این خونه ها رو؟ نمیدونم جاش خوب بوده ولی خیلی نقشه عجیبی داشت. اولا که تو میخواستی وارد خونه شی، بعد مثلا 100 تا پله میرفتی بالا و دوباره در وا میشد دوباره جلو پله، بعد حالا اوکی بقیه خونه بود، بعد یه دست نبود، یعنی مثلا حال یه بعد آشپزخونه، یه بعد دوباره داینینگ روم یه بعد، بعد سه تا اتاق داشت. خانمه گفت اینجا رو اتاق مسترش چقدر بزرگ بود، گفت اینا رو دو تا یکی کرده، قبلا 4 تا داشته و اینا. یه اتاقش هم که باز پایین بود، بعد 1000 تا پله بعد میخورد میرفت پایین. حالا عوضش زی گفتم من صبحونم نخوردم، اونجا کلی از اینا گوشه بودن، من یکی برداشتم الان میخورم و میریم به سمت خونه بعدی.
این یکی خونه از اون گیته که دیدی وارد حیات میشی، در واقع حیات جلوی خونه. بعد اینجا که مستقیم بری در ورودی خود خونه است. خونه قدیمیه. خب حالا الان میبینی واردش میشی، اصلا از درش مشخصه، کفش نمیدونم دیواراش همه چوبیه فلان و اینا، ولی خب به نظر میاد بشه روش کار کرد. حالا باید دید که این چقدر خرج داره و این حرفا. ولی از اون سوراخ اونور میری سمت راست، میری سمت اتاقا، این که دستش مهمون بود، سمت چپ هم میره سمت آشپزخونه که اینجا کیچن نوکشه. اون ته یه اتاق دیگه داره که حالا آخر سر بهتون نشون میدم، اینم آشپزخونه است. حالا این دیوار اینجا که یخچال هست، یعنی دست راست تصویر، این دیوار خب مثلا اگه بشه برداشته بشه، آشپزخونه اوپن بشه به سمت اون قسمت نشیمن، خب خیلی بهتر میشه. ولی باید دید میشه اصلا از این کار کرد یا نه. اینم داینینگ روم بود و حالا یه باری هم اینجا درست کرده و اینم که همون قسمت حاله که از درک وارد شدین دیدین. خونه بزرگیه ولی خب میبینی قسمت مثلا حال و پذیرایی و فلانش اونقدر بزرگ نیست نسبت به سایز خود خونه. بعد یه دونه دک داره جلوش که خیلی هم سایزش بزرگه، ولی خب دک هم کار داره، یعنی خوره تعمیرات و اینا میخواد. و دونات هایی که اینجا داره به من بد چشمک میزنه دیگه. خلاصه بریم جلوتر، اون اتاقم که اون تهه بهتون نشون میدم. این اتاق رو به نظر میاد که بعدن اضافه کرده باشن به خونه، که خب این در خودش هم که هست به این حیات جلویی که ازش وارد خونه شدیم راه داره و توش حموم دستشویی هم داره. یه دونه اتاق اینجاست که این بر خونه است، بقیه اتاقا همه الان که داریم میریم روبرو میشن. اینم که در ورودی بود که الان این خانم ازش اومد تو. این قسمت میشه اتاقا که یه دونه پایین داره، بقیهشون هم که بالاست. اینو حالا به صورت آفیس استیجش کرده، ولی اینم چون کمد و پنجره و اینا داره در واقع اتاق خواب حساب میشه. بعد یه دونه دیگه اینجا داره، یه اتاق خواب که حالا میشه اینو برای مهمون مثلا هم استفاده کنه اگه بخوای، که این خودش در به این دستشویی که الان دارین میبینین داشت، این اتاقی که الان ازش رد شدیم. و دستشویی باز به این یکی اتاق هم راه داره، یعنی در واقع دستشویی 3 تا در داره، دو تاش به این اتاقه که این برون ورشن، یکی هم تو راه رو. اینم مسترشه، مسترش هم سایزش اوکی، حالا خیلی اونجوری بزرگ و مثلا درندش نیست، ولی کارو نمیندازه. و این دکم که میبینین یه جورای دور خونه دور زده. بعد میریم طبقه پایین که اینم باز فضای خوبی قشنگ، مثلا اگه بخوای به عنوان لیوینگ روم استفاده کنی یا اتاق، به هر حال میشه. همون دستشویی هم داره و راه داره به حیاط که استخر و اینا، یعنی تو اگه بخوای مثلا بری استخر رو بری تو حیاط، خب بعد یه طبقه بیای پایین تر، بالا باشی فقط همون دکو میتونی استفاده کنی. ببین من از این خونه خوشم اومد، عاشقش نشدم ما، چون کلن تصمیم گرفتم که عاشق هیچ خونه دیگه نشم، مگر اینکه دیگه واقعا دستم در بره. ولی به نظرم جاش خیلی خوبه، خود خونش هم خیلی خوبه. بعد من اصلا تو عکسش یادم نیست اگه دیده بودم استخر داره، نمیگه اگه سورپرایز شدم. و خب من به هر حال یه علاقه و عشق خاصی به خونه‌های قدیمی دارم دیگه، بخاطر اینکه میدونم تو میتونی هر جور که دوست داری درستش کنی، واسه همین خوب بود. قیمتش هم خوبه، حالا البته قیمتی که میزنن و که اصلا نمیشه بهش اعتماد کنی، معلوم نیست حالا یه نفر بیاد بگه نه من اینجا رو میخوام مثلا 60 میلیون دلار بخرم، ولی در کل برداشتم. من تا زور یه دور تو همه خونه‌ها بزنم، قشنگ ناهار شام هم دیگه میتونم بخورم دیگه. بریم سراغ خونه بعدی. نرو کجا، تا من دوربینو برمیدارم در میده. سلام کن، قربون اون زیر بغالت برم. من انتر چیزه نشد دیگه، خونه بعدی در کار نبود، به خاطر اینکه من چون فیلمم میگیرم یه دور خودم نگاه میکنم، یه دفعه فیلم میگیرم و اینا طول میکشه هر خونه. اون یکی خونه ای که بعد از این دوتا میخواستم برم خیلی دور بود، مثلا اگه 35 دقیقه فاصله داشتیدم تا برسم، اونا دیگه جمع کردن رفتن دیگه نرفتم. ولی این خونه هر رو عکس و فیلم و ایناشو که به علی نشون دادم، اونم خیلی خوشش اومد. بعد الان از سر کار که اومد پاشدیم رفتیم دمش، حالا اونم محلش رو ببینه و اینا، خوشش اومد علی هم خیلی، حالا توش رو ندیده. فردا قراره که با ایجنتمون بریم توی خونه رو هم علی ببینه و
یه خوبی که داره اینه که خب حالا درسته ممکنه کار عاقلانه‌ای نباشه این کار خیلی، ولی به خاطر اینکه قیمت خونه از اون مقداری که مکسیموم ما پایین تره، ما خیلی جای بازی داریم. یعنی اگر واقعا خیلی خوشمون بیاد میتونیم خیلی آفر بالاتر از قیمتی که مثلا طرف میخواد یهو خیلی بالاتر ما آفر بدیم. ولی حالا این کار عاقلانه هست یا نه رو الان نمیدونم، ولی به هر حال تو بلند مدت خیلی به ضرر آدم نمیشه، مخصوصا اگه مارکت خونه همینجوری در حال صعود باشه. حالا ببینیم دیگه، فردا میریم ببینیم چی میشه. خب نقطه همون نقطه است، ولی الان یه زمان دیگه است، الان فرداست. امروز رفتیم با ایجنتمون توی خونه رو دیدیم با علی و اینا، ولی قبل از اینکه بریم من داشتم با داییم حرف میزدم. حالا نمیدونم اگه بهتون گفته بودم قبلا یا نه، ولی من یه دونه دایی دارم، یعنی یکی از داییام که کانادا زندگی میکنه آرشیتکته، و من هر خونه ای رو که میبینم اگه خیلی خوشم بیاد در حد اینکه بخوام دیگه مثلا بگم میخوام روش آفر بذارم، یعنی اون دوتا قبلیا رو براش میفرستادم، نگاه میکرد نقشش و ریپورتای بازرسی مثلا خونه رو، چی بهتون میگم، عکساشو فیلماشو همه رو نگاه میکرد که بتونه از نظر تخصصی هم نظر بده که آیا این خونه اصلا خونه خوبیه به درد میخوره یا نه. این یکی خونه حرم که براش فرستادم دقیقا قبل از اینکه با علی بریم دوباره ببینیم توشو، داشتم باهاش حرف میزدم، میگفتش که ببین این به نظر میاد که یه مشکل اساسی داره، مشکلش هم چیزی نیست که بشه حل کرد به این سادگی، که اصلا اگه بشه حل کرد اونم اینه که انگار مثلا خود خونه یک کم از سطح زمین بعضی جاهاش پایین تر باشه و شیب به سمت خونه است، یعنی شیب بیرون خونه به سمت خونه است، بارون بیاد بارون میاد تو، یعنی آب میزنه تو خونه و خیلی دردسر و مثلا داستان داره و اینا دیگه. خلاصه گفت ولی حتما با یه نفرم که اونجا، چون گفت به هر حال آدم از نزدیک که ببینه مثلا بهتر دیگه، با کسی که این کار است حتما مشورت کن، شاید اصلا مدل خونه های اونجا اینجوریه، چون میگم دائم کاناداست، خب یه سری چیزا اصلا اونجا فرق داره اینجا فرق داره و اینا. خلاصه به برادر کتی گفتم که خب اون خونه میسازه، خونه ریمودل میکنه و کارش هم خیلی خوبه، که نظر اونم بدونیم. ریپورتاشو فرستادم که ببینه، پس دردم قرار شد بیاد خود خونه رو از نزدیک ببینه دیگه، اونم بگه که مثلا، چون اگه قرار باشه راهی داشته باشه اون قطعا میدونه، میگه آره مثلا با این کار میشه اینو درست کرد، حالا هزینه‌اش چقدر میشه، باید ببینیم ارزشش رو داره یا نه. این آخرین آپدیت من بود برای شما و ببینیم که متخصصان چه نظری میدن دیگه. خب آقا شکیب اومد خونه رو دید، خب بعد دیگه خیلی حسابی، یعنی مثلا یه ایرادایی از این خونه پیدا کرد که اون کسی که اومده بود خونه رو بازرسی کرده بود و اصلا کارش این بود، اصلا توی ریپورتش اینا رو نداشته بود، که خیلی چیزایی مثلا مهمی نبود، میشد با پول کم درستشون کرد، ولی خب به هر حال نبود دیگه. و مثلا هر چیزی که تو میبینی با اینکه خیلی اتفاق نادریه اینجا که بیفته، ولی باز مثلا ممکنه فکر کنی که خب نکنه بازم چیزای اون زیر میراه هست که مثلا حالا الان جلو چه چیز بعدن در بیاد و اینا. و به ما یه استیمت، یعنی چی میگن، برآورد، یه برآوردی داد که اگر شما بخواید این خونه رو قشنگ خوشگل بکنید، اون چیزی که میخواید و مثلا این آشپزخونه شو دیوارش رو بردارین و فلان و اینا، فقط توی خونه، نه حیات و اون بالکنش و اینا، نه هیچی استخونه هیچی، ولی فقط توی خونه یه چیزی حدود مینیموم 700-800,000 دلار در میاد. بعد ببین میارزید ما اگه میخواستیم این پولو خرج این خونه بکنیم، اگر با قیمتی که گذاشته بده نه بالاتر، ولی خب یک که بعیده این قیمت بده، معمولا بالاتر میخوان. دو اینکه بازم من هرچی فکر کردم دیدم این خونه ما بیایم 700-800,000 دلار هم اگه خرجش کنیم، آیا آخر شب باز اونی میشه که ما دوست، من دوست دارم، علی دوست داره، مثلا بگیم آقا دیگه این خود خودشه، مثلا همونیه که ما میخوایم؟ شما جواب بده. خب نه دیگه، یکم سلام عرض کردم دو مجدد، یکم ریسکیه. آره. و چند ماه هم آخه طول میکشه، مثلا گفت 6 ماه 5 ماه، چقدر با این داستانی که الان هست یکم مثل که وضعیت مساله و اینا یکم بوزاش اونقدر مثل قرار از کووید نیست، یکم سرعت کمتره، ولی در کل میگه حدود 5 ماه. آره دیگه، تو فکر کن کل خونه رو از اول مثلا توشو بخوان درست بکنن اینا، خب طول میکشه دیگه. خلاصه ما یه جورایی بیخیال این خونه شدیم، ولی یه دونه خونه بود که چند وقت پیش رفته بودم، الان براتون میذارم که یادتون بیاد کدوم خونه، خونه شماره چند بود. ولی
ولی این خونه رو ما در واقع الکی رفتیم دیدیم، به خاطر اینکه اصلا قیمتی که گذاشته بود، یعنی قیمتی که تازه گذاشته بود، از اون چیزی که ما میتونستیم بدیم بیشتر بود. بعد ما رفتیم، اگه یادتون باشه خونه رو هم که دیدیم گفتیم حالا اینکه این قیمت رو گذاشته تازه بیشتر از اینم میره، معمولا 300 400 هزار تا، که دیگه ما اصلا نمیتونیم. اومدیم اون خونه رو قیمتش آوردن پایین و الان تقریبا 2-3 هفته گذشته این خونه هنوز فروش نرفته. ببین این خونه جاش یعنی تو نمیدونی بهترین جاه، بهترین جا که علی بوس میفرسته. ببین من از الان عالیه، یعنی اگر این بشه جاش. حالا گوش بده، بعد من دیدم خدای خونه چرا فروش نرفت، چون اگه یادتون باشه اینم باز توش کار داشت، یعنی اینم اینجوری نبود که الان مثلا دیگه همه چیز پرفکت باشه، یه خورده بنای منده مثلا کفش عوض شه، آشپزخونه عوض شه اینا، ولی خب کارش اونجوری مثلا یکی اساسی نبود. خلاصه من زنگ زدم به ایجنتم گفتم ببین این خونه ها رو اینا تخفیف گذاشتن، این جریانش چیه، مثلا ریپورتاشو بگیر بازرسیشو ببینیم، شاید ایرادی داره، شاید زیربناش مثلا مشکل. آقا این خونه هیچ مشکلی نداره، اصلا من موندم برای چی درد سرشو ندم و بی خودی وقت شما رو نگیرم. ما امروز رفتیم با سارا، سارا خونه رو ندیم، دوباره دیدیم، ایجنتمون اومد دوباره زیر و بم و عکس و فلان و اینا و ما آفر گذاشتیم خونه رو. صدف دل شده میشه همیشه، منم به جرگه دل شدگان برای این پیوستم. خیلی فکرم مشغوله منم الان که بهش، چون بگو داستانشو که بعد جواب بده، فردا جواب میده. آره تا فردا باید جواب مار بده. بعد ما چیکار کردیم، امروز شنبه است، فردا یک شنبه است، اینا دوباره فردا واسه این خونه اوپن هاوس گذاشتن که مردم دوباره بیان ببینن و اینا. من گفتم ببین ما هر جور شده اگه بخوایم آفر رو بدیم بعد امروز آفر رو بدیم، 24 ساعت هم فقط بهشون وقت بدیم که بهمون جواب بدن که اینا تا قبل از اوپن هاوس فردا به ما جواب بدن یا آره یا نه، چون اگه قراره که مثلا ببینن آفر ما آفر خوبیه و میخوان بدن، دیگه اوپن هاوس فردا رو نذارن یهوی این وسط یه نفر پیدا بشه بخواد بیاد مثلا آفر بالاتر بده. حالا خلاصه ما آفر رو دادیم دیگه، امیدوارم وای این خونه هایی که بشه نشه، من خوشحالم. اصلا فکرش شما نمی‌کردیم که آره. این خونه مثلا نره، یا مثلا ما اصلا در مخیلمون بگنجه که مثلا اینو بگیریم از بین این همه، چون اصلا فکر نمی‌کردیم پولمون بریم. حالا هنوزم معلوم نیست البته، دوباره انقدر اکسایتد، انقدر بیخودی هیجان زده نشه نشه مثلا خونه اولی. ولی خب هر چقدر داریم سعی میکنیم خیلی مثلا وابستش نشیم و هی بهش فکر نکنیم و خودمون رو توش تصور نکنیم و فکر کنیم که حالا نشد نشد و اینا، ولی قلقلکه وابستت شدم و تنارانه میبونم عشقم تو باید مال من باشی، مال من باشی. یعنی چی میشه؟ من چی به صلاح دیگه، ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم کاری انجام بدیم. پیشنهادمون رو میدیم، اونا باید ببینن که چی، خداشون هم بخوام خدا. میدونی چیه؟ امروز داشتم چی میگفتم؟ داشتم میگفتم که اگه میشد ایران دیدی چجوری ملت خونه میخریدن، تو به عنوان خریدار با فروشنده طرف بودی فکر کنم اینجوری بود دیگه، یعنی فروشنده رو میدیدی باهاش حرف می دیدی. آره تو بونگای می دیدی، آها باهاش اگه می‌خواستی چکشونه می‌زدی، نمی‌زدی، می‌دونی چی میگم؟ یهو یارو مثلا از تو خوشش میومد یا از تو خوشش نمیومد. البته خب بخوای حساب کنی این مدلی آمریکایی خیلی همه چی قانونی‌تر، عادلانه‌تره، می‌دونی چی میگم؟ آره، چون یارو نه به قدت نگاه می‌کنه، نه به سنت نگاه می‌کنه، نه به چون هیچی نمی‌دونه از تو. ولی به هر حال اگه ما میتونستیم طرف رو ببینیم شاید میتونستیم مخشو بزنیم. منم موافقم، ولی به نظر من الان شما راحت بخواب، احتمالا قرص و بخوری تو. من یه دونه قرص، یه دونه فقط تش مونده بود پیم. آره شما اونو بخور، منم که میخوابم احتمالا، ولی به قول معروف فردا بیدار میشون ببینیم چی میشه، اگر نشدم نشد دیگه، سرت سلامت. نه شدم که دیگه میزنیم میرقصیم. خیلی خوب میشه، ولی نشدم من گفتم بعد ببینیم چیه گیرش، میگم چون مثلا اون قبلی پول چقدره، چون مثلا اون قبلیه یه عددی یه دفعه گفت بالاتر که ما گفتیم آقا برو بابا مثلا نمی.
ولی خب ممکنه این یه گیر کوچولوی باشه. خب گیر کوچولو رو حالا آدم صحبت میکنه، اینش چیزه. حالا بعد میگم آدم اگه شدم که هیچ دیگه، حالا ببینیم چیه داستان. صبح بخیر، چطوری؟ مرسی، شما چطوری؟ عالی، چه خبر؟ این سلره پروف آف فاند میخواد. خب همون بانک استیتمنت اکثرا میخوان، با بعض وقت سلرا میگن آقا پروف آف فاند هم میخوان برای داون پیمنت و اینا. ولی خب احمقانه است، وقتی اپروال بانک داری یعنی اینا رو همه رو یارو گرفته نگاه کرده دیگه، بانک دیگه گفته آره بهت وام میدیم. آره، ولی بعضی وقت سلرا میخوان اونو ببینن، ببینن بنز کافی آره راست میگه پول داره نه برای داون پیمنت این حرفا. So they're asking for proof of fund. Okay. اگه بتونی برای میسی بفرستی current باشه، نشون بده بالانس تو. آره. که دارین میذارین down payment تو این حرفا، اونو فقط برای من لطفاً بفرست، من فوروردش کنم. باشه. پس این یعنی داره میده نه؟ به نظر میاد که حالا ببین تا sign رو نگیریم تو دستمون. آره. واقعاً نه. ولی باید signature sign دستمون باشه. آقا اینو فعلا برام برسون بذار ببینیم چی میشه. باشه باشه باشه. آقا این داره میشه. این داره میشه. این داره میشه. این داره میشه. خونمون. خونمون. حالا بی خود علی اکسایتد نشو ها. بذار ببینیم. این میدونی جان میدونی. این میدونی جان میدونی. این الان ممکنه اونو ببینه بعد دوباره ایراد بنی اسرائیلی بگیره. نخوابیدی؟ اون یه دونه قرصه که من خوردم به داد من رسید. اصلا انگار که من الان تازه از جیم اومدم اینقدر مثلا من. ولی ساعت 5 فکر کنم فندق یهو نه 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 تکست اومد چون من اینو سایلن نکرده بودم. دیدم بابا چی بود یار نصف شبی زنگ زد گفتش که پروف آف فاندز خواستن. اوکی. بعد ما هم فرستادیم، البته ما داشتیم هرچی داریم و نداریم میفرستادیم که خوب شد گفتش که فقط به اندازه داون پیمنت با یه ذره بیشتر اگه میتونیم بفرستیم که اینا این موقع کانتر ندن. آره. که من همون حسابمو که به اندازه داون پیمنت و مثلا یکم بیشتر توش بود فرستادم و که حالا ببینیم چی عجب احمقایی هست. آره. من به خانومه گفتم لندر اپروبه، یعنی ما اکانتش نگاه کردیم، نمیدونم دندوناشو نگاه کردیم، چند تا کمخوردگی داره، چقدر بیشعورن، هم لون کانتینجنسی نداشته ای. آره بابا انگار بزن مرض داریم بیخودی. بعد نیکی ببینم دیشب تو شام چی خوردی به تو چه میدونی چیه؟ آبادو. ما دیروز من و علی و سارا با هم رفتیم دم این خونه، این ایجنته اونجا بود داشت گلا را میداد، منم مثل بچه های دبستانی لباس پوشیده بودم. نکنه این فکر کرد اینا که اصلا بابا لابد پول ندارن. اصلا عزیز من ببین یه چیز خیلی رشنالیه، یکی این که من بهشون وقتی به منم تلفن میکنن من همینو بهشون میگم، یکی اینا چیزا میگم آقا مگه شما لونگ کانتینجنسی گذاشتید که نگرانی که نت کانترکت در بیاد؟ آره دیگه. نه مگه شما حفظ کانتینجنسی گذاشتی که نگران چی چی دارید؟ تو میشه آدم میخواد بخ بخره آخه. این تو به هر حال تو ساعت 1 بعد به ما جواب بده، بعد اوپن هاوسش هم ساعت 2. خب حالا یک جواب نمیده دو میخواد چیکارش بکنم؟ خدا کشی نمیتونه بزنی که ساعت 6 میگه که آفر ما اینه، کانتر ما اینه. شما قانونن دیگه ابلیگیشن نداریم، من که تو ساعت 1 بهش قرار وقت دادیم. خب یعنی شما میتونی بگی نه آقا اصلا ما دیر شد دیگه دیگه گوزیدی. گفتیم یک تو یک و ده دقیقه جواب دادی. آره. پول هم نباید بشی. به ده دقیقه گفتم. و you like it, you knock it. مثل که دختره میخواد با پسره دیت بکنه ولی هی براش نازه اشوه میاد. خب؟ حالا ببینم، حالا من به I call you, you know, اینجوری صحبت میکنه دیگه. اگه به خود خودش خیلی مشتاق نشون بده پسره میگه فهم. بس دیدی که مثلا بلاشو درست میگم نه اینا همه گیم دیگه. آره دیگه. بیا 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 آقا چی مسیج داد؟ چی مسیج داد؟